چارگی سودا میکنه، فرض مثال کرای خانه وقتش پوره میشه، بعد پول در پیشش نمیباشه، مال از بابا خود سودا میکنه و کرای خانه خود میده، یا فرض مثال نان او برای چوچو پروچو خود میخره. پس لرزه های قدرت گرفتن دوباره طالبان در کار و معیشت افغان ها، اقتصاد افغانستان به کدام سو می رود؟ وزیر پیشین مالیه افغانستان مهمان امشب ماست. در ادامه برنامه امشب، گزارش عفو بین الملل درباره مرگ زندانیان در ایران، دست کم 72 نفر از سال 88 در بازداشتگاه ها جان باختند. حالا قانون ما همینه دیگه، دولت ما همینه، وقتی جوانمون پشته میشه کسی دلسوز نیه، جوان خودش نیست که دلش بسوزه. یک مادری سرفرستش بود، همه پرستارم بود، همه کسم بود. تغییر موضع مخالف اصلی احیای برجام، اسرائیل میگوید شاید با توافق هسته‌ای جدید ایران کنار بیاید. درگذشت هنرمندی که نگران حال دل مردم در سایه همگیری کرونا بود، یعقوب ظروفچی در اثر ابتلا به کووید 19 درگذشت. و از سرگیری کنسرت ها همزمان با کاهش محدودیت های مربوط به کرونا، از اندی درباره باید ها و نباید های این برنامه ها میپرسیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. فقر، کسادی کسب و کار، بیکاری، گرانی، کمیاب شدن اجناس و گرسنگی، این تجربه بسیاری از مردم افغانستان در چند هفته اخیر بوده. از زمان قدرت گرفتن طالبان، تامین معاش برای بسیاری از افغانها دشوارتر شده، ولی حتی قبل از آن هم وضع اقتصاد چندان تعریفی نداشت. نرخ رشد اقتصادی پارسال منفی بود و خشکسالی به زراعت که بخش مهمی از اقتصاد افغانستان را تشکیل می‌دهد، ضربه شدیدی زده. توقف کمک‌های بین‌المللی و منجمد یا مسدود شدن دارایی‌های خارجی هم روند واردات ضروری و هم تامین هزینه‌های دولت را مختل کرده. سازمان ملل درباره احتمال فاجعه انسانی هشدار داده. چه شد که دولت‌های مورد حمایت بین‌المللی در دو دهه نتوانستند اقتصاد افغانستان را به گونه‌ای بازسازی کنند که قطع کمک‌های خارجی چنین نتیجه فاجعه‌باری نداشته باشد؟ این سوال را از وزیر مالیه پیشین افغانستان می‌پرسیم. اول گزارشی از بهرنگ تاج‌دین. پژمردگی امید. زراعت یک سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد، ولی این بلایی است که خشکسالی به سر مزارع بادغیس و ولایات دیگر آورده. زمین تشنه، مردم گرسنه. تخمین‌ها نشان می‌دهد که 40% کشت از بین رفته. امسال افغانستان 2,800,000 تن کمبود گندم دارد. در نتیجه 14 میلیون نفر با بحران گرسنگی مواجهند. 2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه هستند که در دراز مدت به رشدشان ضربه می‌زند. دهقانانی که زمانی غذای بقیه را تأمین می‌کردند، حالا باید در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه خارجی بایستند. خب مردم را کش نیست، بارش نیست، حاصلات نیست، دربدری است، هوا نیست. یعنی مردم به حالت بد است دیگه. از زمان قدرت گرفتن طالبان، اقتصاد افغانستان با 3 خطر جدی مواجه شده: اختلال در صادرات و واردات، ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌هاش و احتمال فروپاشی اقتصاد کشور. هر کدوم از این 3 تا به تنهایی میتونه به معاش مردم ضربه شدیدی بزنه. سال هاست که بار تأمین بسیاری از نیازهای افغانستان به دوش واردات بوده. افغانستان پارسال 2,100,000,000 دلار مواد غذایی، بیش از 1,000,000,000 دلار مواد نفتی،
بیش از 800 میلیون دلار ماشین‌آلات و فلزات، نزدیک به 400 میلیون دلار منسوجات و بیش از 250 میلیون دلار برق وارد کرد. افغانستان یک کشور متأسفانه وارداتی در طول تاریخ بوده. مجموع واردات ما همه حدود 7 الی 8 تا حتی گفته شده تا 10 برابر مجموع صادرات ما بوده و افغانستان در عین حال یک کشور وابسته به کمک‌های جامعه جهانی در دو سده پسین بوده. خط کمک‌ها و یا کاهش کمک‌ها برای حکومت طالبان سبب میشه که فشار عظیمی را بالای بیلانس سرمایه افغانستان وارد بکنه که در اثر از او سطح تورم بلند میره و همچنان نرخ مبادله شما هم کاهش پیدا میکنه. ولی با قدرت گرفتن طالبان، نهادهای بین المللی و کشورهای خارجی تصمیم گرفتند علاوه بر قطع کمک ها دارایی های خارجی افغانستان را هم مسدود کنند. نتیجه اجتناب ناپذیر این کار رکود شدید اقتصادی است که می تواند میلیون ها نفر را به فقر و گرسنگی دچار کند، باعث ایجاد موجی از آوارگان شود و افغانستان را نسل ها به عقب ببرد. ما حمایت صنعتکارای خود می کنیم. تجار و سرمایه گذاران افغانستان می گویند مسئله تنها واردات مواد غذایی نیست. اگر مواد خام وارد نکنیم تولید کارخانه ها متوقف می شود. این بوسی های آبی که جلوی شماست، اگر پلاستیک، مواد ساخت درشان و حتی کاغذ وارد نکنیم، همین بطری ها را هم نمی توانیم تولید کنیم. در سالهای اول پس از حمله آمریکا به افغانستان، تولید ناخالص داخلی رشد سریعی داشت. ولی از سال 1393 با آغاز خروج نظامیان خارجی، این روند رشد به شدت کند شد. بعد از فروپاشی نظام طالبان تا سال 2014 یا 13 افغانستان شاید یک رشد دورقمی بود. به خصوص عامل بسیار عمده بود. عامل اولی بود که افغانستان تازه از یک دوره رکود اقتصادی در زمان طالبان وارد یک مرحله جدید آغاز فعالیت‌های تجارتی و کاروبار شده بود. خشکسالی ختم شده بود و مهمتر از همه سیل از کمک های جامعه جهانی هم به افغانستان وارد شده بود که اینا در این رشد تاثیر داشت. بعد از 2014 رشد ما به صورت اوسط به مرز 2.4% در اون 7 سال یا 8 سال کاهش یافت و علت از اون بود که کمک ها کاهش یافته بود و به ویژه که نیروهای خارجی در افغانستان کم شده بود تعدادشان، این سبب شده بود که سطح هزینه های نیروهای خارجی هم کاهش بیابد. کاهش نرخ رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت باعث شده تولید سرانه که نشان دهنده سطح رفاه مردم است در این سالها حدود 25% کاهش یابد و از نزدیک به 800 دلار به کمتر از 600 دلار برسد. قوانین سختگیرانه طالبان ممکن است به تعطیلی یا دست کم افول بعضی از بخش‌های اقتصاد منجر شود. بخش‌هایی مثل بانک‌ها، رسانه‌های خصوصی، پیمانکاران نیروها و نهادهای خارجی و حتی گیم‌نت‌ها. نتیجه‌اش افزایش بیکاری. تمام افغانستان کار وضعش خراب است. اگر اینجا هم بسته کنن دیگه کار ما هم قطع می‌کنن. دیگه ما چیزی که سرمایه داشتیم دیگه داشتیم، دمی دکان خودمون مصرف کردیم. و اگه دکان ما رو بسته کنه نان خانواده رو از روی ما میگیرن. بعضی از کسب و کارها هم کساد شده. کاروبار که آمده از وقتی که طالبا به حکومت آمدین کاروبار تغییرات آمده. خرید فروش بسیار کم شده. از 100-150% کم شده. مردم ماش نداره، دفاتر بسته است. همین حالا هم بعضی ها برای تأمین یک لقمه نان مجبور شدند دار و ندارشان، فرش زیر پایشان، گهواره کودکشان، اسباب بازی‌هایش و دیگر لوازم خانه‌شان را بیاورند و به قیمت بسیار پایینی بفروشند. از بیچارگی سودا میکنه. فرض مثال کرای خانه وقتش پوره میشه، بعد پول در پیشش نمیباشه. مال از بابا خود سودا میکنه و کرای خانه خود میده، یا فرض مثال نان او برای چوچو پروچو خود میخره. فقط مردم نیستند که باید نگران درآوردن خرجشان باشند. بیش از نیمی از 473 میلیارد افغانی بودجه امسال دولت افغانستان قرار بود از کمک‌های خارجی و نیز قرض گرفتن تأمین شود. قدرت گرفتن طالبان تحقق این منابع را
زیر سوال برده. عواید داخلی بدون شک کاهش پیدا میکنه. اصفیزی عواید بر مالیات بود که من مطمئن نیستم که چطور طالبا میتونن او را با توجه به وضعیت اقتصادی خرابی که کشور داره تجربه میکنه عواید جمع‌آوری بکنه. در قسمت عواید که از منابع تمویل جامعه جهانی صورت میگیره خیلی مهم است و قطعی از این عواید برای طالبا باعث میشه که سطح معیشت بسیار پایین بره، به خاطر که این سبب میشه که طالبا نتانند معاشات و امتیازات کارمندای خود که یا بخصوص کارکنان ملکی را اگر اینا حفظ بکنن تادیه بکنن، که این در واقع سبب افزایش سطح بیکاری میشه که در کل سطح معیشت هم متاثر و متضرر میسازه. بسیاری نگرانند که این کمبود منابع مالی طالبان را به سوی گسترش کشت و تجارت مواد مخدر به عنوان منبع درآمدی پرسود سوق دهد، ولی نگرانی اصلی مردم افغانستان چیز دیگری است. بررسی های ما قبل از 24 اسد نشان می داد که 81% خانوارها غذای کافی نمی خورند. این رقم تا 14 سنبله به 93% رسید. خانواده هایی که در این نظرسنجی با اونها صحبت کردیم بیش از هر چیز نگران کمبود غذا و بیکاری بودند. این نگرانی ها با توجه به سقوط اقتصاد و نزدیک شدن فصل سرما کاملا بجاست. پس از 2 دهه حاکمیت دولت‌های مورد حمایت بین‌المللی، بازگشت طالبان به قدرت صدها هزار نفر را بیجا کرده و میلیون‌ها نفر دیگر را دلواپس آینده خودشان و فرزندانشان. انگار اقتصادی که در 20 سال گذشته بنا شده بود، چیزی نبود جز یک خانه پوشالی. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. عمر زاخیلوال وزیر پیشین مالیه افغانستان از کابل و ماست. آقای زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان هم بودند. خوش آمدید به برنامه آقای زاخیلوال. با توجه به زیرساختهای اقتصادی افغانستان فکر میکنید که طالبان تا کی بتونند کشور رو بگردونند؟ خب این تعلق داره که چقدر زود میتونن یا میتونیم که یک پیشرفت سیاسی را داشته باشیم، یک حکومتی که قابل قبول دنیا باشه به رسمیت بشناسه، چون پیش شرط است با کمک های بیرون. اقتصاد کشور ما متکی به کمک های خارجی است. بدون این کمک ها خیلی دشوار است که ما مشکلاتی که پیش رو داریم حداقل پاسخش گفته بتانیم. فلهادا اگر کمک از بیرون نباشه، اقتصاد کشور به یک دشواری شدید مواجه خواهد شد. فکر کنید که کشورهای غربی راهی دارند که بتونند به مردم افغانستان کمک بکنند بدون اینکه مستقیما با حکومت طالبان وارد مراوده بشند؟ خب در سابق هم اکثریت کمک ها از طریق سیستم حکومت بی از او هم به مصرف نمی رسید. گفتم می دانیم که از همه این کمک های خیلی هنگفتی که به کشور ما آمده، در حدود 80% از طریق سیستم بیرون به مصرف رسیده، نه از طریق بودجه ملی ما. و اون سیستم ها هنوز هست در اینجا. در اینجا ما دفاتر ملل متحد داریم که یک بودجه، همیشه یک بودجه هنگفت داشت. وقتایی می شد که بودجه سازمان ملل متحد بیشتر از بودجه حکومت می بود، و همچنان ارگان های بین المللی داریم که در اینجا اگر حضورم نداشته باشه با سادگی اینا حضور پیدا کرده می تانه و تجارب رم دارن. فلهذا حداقل کمک های بشری نباید که وابسته به مسائل سیاسی در کشور باشه، و چنین معلوم هم میشه که نخواهد بود، و چنین معلوم هم میشه که دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان فعالتر خواهد شدن، حداقل در ساحات کمک های بشری. آقای زاخیلوال میفرمایید که اگر که حکومتی باشه که دیگر کشورها به رسمیت بشناسن و بتونه با جامعه بین الملل مراوده داشته باشه شاید وضع بهتر بشه. حکومت پیشین که شما هم بخشی از اون بودید، یک حکومتی بود که به رسمیت شناخته میشد، ارتباط داشت با جامعه جهانی، و وضع اقتصاد افغانستان رو دیدیم که به کجا رسید. صدها میلیون کمک های خارجی به افغانستان شد در همه این سالها. این پولا کجا رفت؟
رفت آقای زاخوی، چرا سرمایه گذاری نشد در زیر ساختهای افغانستان که امروز اینقدر نیازمند کمک خارجی نباشه این کشور؟ ببینین نوعیتی چگونگی مصارفات کمک ها چونین هست که کشوری که کمک را میگیرد خیلی زیاد صلاحیت ندارند در چگونگی مصارفاتش. در زیر ساختارها کشورهای کمک دهنده متاسفانه که علاقمندی خیلی کمتر داشتند و اینا هر ساله بودجه خود اعلان میکردند، در پروژه هایی که تطبیقش بیشتر از یک سال و یا نهایتا دو سال میگرفت اینا هیچ علاقمندی نمیگرفتند و پروژه های بزرگ زیر ساختاری پروژه هایی نیست که به یک سال دو سال تمام شود. فلهذا ما تاثیرات خیلی کمی داشتیم، ولی با وجود او هم در افغانستان به قدر کافی زیر ساختارها جور شده. سیستم مواصلاتی ما اگر ما مقایسهش کنیم با 20 سال گذشته به حال کارهای زیادی صورت گرفته، ولی میتانه شد که پول با مراتب بیشتر در زیر ساختارها تاثیرگذاری و خصوصا در اقتصاد پایدار. ولی در این ساحه باز خود شیوه مصارفات و شرایط دونرها چنین بود که اجازه نمیداد که در زیر ساختارها مصرف شود. آقای زاخوی، از شما خواهش میکنم که با ما بمونید. مخاطبان بی بی سی فارسی در افغانستان به ما گفتند از وضعیت اقتصادی امروزشون و وضعیتی که در هفته‌های گذشته تجربه کردن، اون رو بشنویم، برمیگردیم به گفتگو. متاسفانه صد متاسفانه در افغانستان اوضاع اقتصادی روز به روز خرابتر شده می رود. مردم حتی نان خوردن خود را ندارد، حتی نان خشک خود را پیدا کرده نمی تواند. لطفاً صدای ما را نشر نمایید تا همه جهانیان بشنوند. من خودم دکان بقالی دارم که مواد ارتزاقی و مواد اولیه می فروشم. قبل از حاکمیت طالبان من روزانه تا 9000 افغانی، در بعض موارد 12000 افغانی و 14000 افغانی 13000 افغانی همینقدر همین مبالغ دخل می گرفتم. اما پس از حاکمیت طالبان خصوصا در یک هفته اخیر تمام دخل من 3600 خورده افغانی است که اصلا قابل باور، قابل تصور نیست. یک دکانی که مواد اولیه و مورد نیاز مردم را میفروشه و تقریبا تمام مواد خوراکی را داره، اصلا قابل تصور نیست که در یک هفته چنین دخل بگیره. از ولایت هرات افغانستان هستم، یک خانم دکتر. هم با وضعیت اقتصادی خیلی بد مواجه شدیم. تقریبا یک هفته میشه که تمام وظایفی که بانک جهانی تمویل میکرد کلن متوقف شده و حتی کرایه را نداریم که وظیفه حاضر بشیم. همونطوری که بودن نیروهای خارجی در افغانستان فقر و بیچارگی مردم ما و ملت عزیز ما را کم نکرد، خط فقر موجود بود. امروز هم با حضور یک ماه بیش حضور طالبان هم خب همون خط فقر هست و مردم از فقر رنج میبرن. امروز یک ایده دیگه که فکر مردم رو مخشوش کرده و بیشتر ضربه روحی برای مردم میزنه بیبرنامگی حکومت جدید طالبان، یعنی بیبرنامگی نبودن پالیسی مشخصی در مورد اقتصاد کشور هست. در این هیچ شکی نیست که اقتصاد اکثریت مردم افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی آسیب دیدن، ولی متاسفانه با وجودی آن هم افراد وابسته به طالبان یا به قول زورگویان که طالبا حامی اونا می باشه و همچنان نیروهای مسلح خود طالبا از مردم، تماسی که من داشتم در ولسوالی جاغوری، از مغازه ها مواد خوراکه دریافت می کنن و از میکانیک ها خدمات رو دریافت می کنن، وسایل نقل خود رو ترمیم می کنن و هیچ پولی نمی پردازن.
عمر زاخیلبال وزیر پیشین مالی افغانستان کمکان با ما هست. آقای زاخیلبال، میدونیم که جامعه جهانی وعده داده که 1 میلیارد دلار کمک مالی بکنه به افغانستان. فکر میکنید که چقدر میشه اطمینان کرد به حکومت طالبان که این کمک های مالی واقعا به دست نیازمندان در افغانستان برسه؟ خب تا به جایی که من معلومات دارم، تنها همکاری که طالبان خواهد داشت که زمینه را برایشان مساعد بسازه، خصوصا به دفاتر سازمان ملل متحد و ارگان های دیگه کمک دهنده بین المللی که اینا فعالیت داشته باشند، فلهذا او زمینه را من متعقین هستم که طالبا علاقمند هستند که چون این زمینه را با اینا برابر بسازن، چی امنیت باشه و چی سهولت های دیگه باشه، ولی کمک تا به جایی که معلومات ما دارم به دست آنها خواهد بود. البته تجربه که از این ارگان ها دارم، از 1 میلیارد دلار حداقل 40% مصارفات اداری و دیگه مصارفات میشه، ولی از 1 میلیارد در حقیقت 600 میلیون دلار است که به مردم افغانستان خواهد رسید. و در نهایت بانک جهانی حمایت مالی از افغانستان رو به خاطر وضعیت حقوق زنان متوقف کرده. فکر می‌کنید چقدر سیاست درستیه که نهادهای بین‌المللی به دلیل نگرانی درباره وضعیت حقوق بشر کمک مالی رو به افغانستان متوقف بکنن؟ فکر می‌کنید باید استفاده بشه از این اهرم؟ ببینن من حیث یک افغان طبعاً استقبال می‌کنیم، از همه تشویق می‌گین و یا فشاری که با یک نظام به انجامه که یک نظامی که در اینجا یک صلح پایدار و ثبات کشور آورده بتانه و مان نظام یک نظام واقعا ملی و همشمول باشه، ولی از کمک ها نباید که من حیث وسیله استفاده شود، چون که ضررش مردم میبینن. راه های دیگه پیدا میشه که چطور اینها تانسته باشه که کمک به مردم برسه. اینجا تنها مسئله غربت نیست که غربت افزایش پیدا میکنه، گرسنگی افزایش پیدا میکنه و یک مسئولیت انسانی است که دنیا داره. عواقبش یک اقتصاد بد به دنیا هم وخیم خواهد بود و برای جلوگیری از همچو عواقب خیلی بده نیاز است به اینکه اینا تجدید نظر بکنن در این تصمیم خود. سپاسگزارم. عمر زاخیلبال، وزیر پیشین مالی افغانستان. سازمان عفو بین‌الملل بیانیه تازه‌ای با عنوان ایران بی عقوبت ماندن یک دهه مرگ در حین بازداشت منتشر کرده. در این گزارش آماری از مرگ در زندان‌های ایران داده شده. عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های ایران در مورد دست کم 72 نفری که از ژانویه 2010 در بازداشتگاه‌ها جان باختند پاسخی ندادند. عفو بین‌الملل تأکید کرده که بر اساس گزارش‌های معتبر بخشی از این مرگ‌ها به علت شکنجه یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشکاور از سوی مأموران رخ داده. جزئیات بیشتر در گزارش مریم افشنگ. مرگ در زندان‌های ایران حرف امروز و دیروز نیست. سال هاست خبرهای زیادی از مرگ زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر می‌شود و علت بسیاری از آنها شکنجه اعلام شده. حالا سازمان عفو بین‌الملل در تازه ترین گزارش خود نوشته دست کم 72 زن و مرد از سال 2010 تا کنون در 42 زندان واقع در 16 استان ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، به گفته بستگان و یا همبندان متوفیان 46 مرگ به علت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی به دست ماموران امنیتی و اطلاعاتی یا مقام‌های زندان بوده. 15 مرگ دیگر به دلیل استفاده مرگبار از سلاح گرم یا گاز اشکاور در جریان سرکوب زندانیان درباره نگرانی‌های مربوط به شیوع کرونا در زندان‌ها اتفاق افتاده. 11 مورد دیگر مشکوک توصیف شده و جزئیات بیشتری درباره علل احتمالی آن موجود نیست. از 46 نفری که بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند، سن دقیق یا تقریبی 36 نفر آنها در دسترس بوده. این جدول نشان می‌دهد که 86% آنها جوان بودند و از جمله 16 نفرشان در دهه 20 زندگی خود بودند. بر اساس این جدول، اکثر جانباختگان یعنی بیش از 60% آنها در اثر شکنجه تنها چند روز بعد از دستگیری جان خود را از دست دادند. یک نفر بلافاصله بعد از دستگیری و قبل از رسیدن به بازداشتگاه.
این فرهنگ مسئولیت که در ایران دهه هاست ادامه داشته و تا به امروز هم باعث تکرار جنایات شده، عملا دست نیروهای امنیتی رو باز گذاشته که بی‌پناه‌ترین افراد رو به محض دستگیری در بازداشتگاه‌ها مورد شکنجه قرار بدن و بسیاری از کسانی که ما امروز اسامیشون رو منتشر کردیم در گمنامی و سکوت خبری جان باختن و امید ما اینه که با ثبت اسامیشون و چهره‌هاشون مقابل این عادی سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات بیستیم، کنار خانواده‌های این داغدیدگان بمونیم و تلاش بکنیم تا روزی در مورد تک تک این جان باختگان تحقیقات صورت بگیره و عدالت برقرار بشه. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشش آورده که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره 24 مورد از مرگ‌ها که به دلیل شکنجه بوده چنین توضیحاتی دادند: 7 نفر به دلیل خودکشی، 12 نفر حمله قلبی یا بیماری‌های دیگر، 3 نفر مصرف بیش از حد دارو و یا مواد مخدر، 2 نفر تبادل آتش در حین دستگیری. در بین نام‌ها و عکس‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده، اسامی آشنایی به چشم می‌خورد که مرگشان خبرساز شد و جنجال آفرین. از جمله ستار بهشتی که در آبان 91 در یکی از بازداشتگاه‌های فتا در تهران و در زیر شکنجه جان باخت، روایتی که جمهوری اسلامی زیر بار آن نمی‌رود. کاووس سید امامی در بهمن سال 98 در 46 سالگی در بند 2 الف زندان اوین جان باخت. مقامات قوه قضاییه گفتند خودکشی کرد، خانواده‌اش گفتند این روایت را قبول ندارند. هیچگاه هم تحقیق مستقلی برای علت مرگ او انجام نشد. نمونه دیگر جوانی است به نام وحید وحیدی که در دی ماه 96 در 23 سالگی در یک کلانتری در عراق جان باخت. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند خودکشی کرده. وکیلش محمد نجفی گفت او را در زندان کشتند. آقای نجفی به همین دلیل در زندان است و محکومیت 3 ساله اش را می‌گذراند. در روزهای گذشته خانواده یاسر منگوری 31 ساله از کشته شدن او در یک بازداشتگاه اطلاعات در ارومیه خبر دادند که قوه قضاییه خبر زیر شکنجه کشته شدن او را در بازداشت رد کرد. گزارش عفو بین‌الملل به 10 مورد دیگر اشاره می‌کند و همچنین تاکید دارد که خانواده این افراد به طور معمول در معرض انواع مختلف تهدید، آزار و اذیت از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی قرار می‌گیرند. به ویژه اگر با ادعاهای جمهوری اسلامی درباره علل مرگ عزیزانشان مخالفت کنند و به دنبال دادخواهی باشند. این تصاویری است که چندی پیش توسط گروه عدالت علی از زندان اوین منتشر شد. تصاویری که تأییدی است بر بدرفتاری و خشونت علیه زندانیان. این تصاویر واکنش‌های زیادی حتی در بین مقام‌های قوه قضاییه برانگیخت. اما هنوز هیچ مقامی نه استعفا داده، نه توبیخ شده و نه در دادگاه متهم شناخته شده. مقام‌ها فقط گفتند که موضوع را بررسی می‌کنند. عفو بین‌الملل هم در گزارشش به بحران مسئولیت مقام‌های ایران از مجازات اشاره کرده و نوشته تا به امروز حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت نه مجبور به پاسخگویی شده و نه به دست عدالت سپرده شده. مریم افشنگ، بی بی سی. پیش از برنامه با گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و وبلاگ‌نویس کارگری که در زندان و زیر شکنجه کشته شد صحبت کردیم. سلام میکنم ملت ایران، همه ستار من هم. از شما ممنونم که من خانم عشق وقتی که خبر جان باختن ستار رو شنیدی چه توضیحی به شما دادن؟ گفتن چی شده؟ گفتن یکی میخواد بیاد دنبال کار ستار. گفتم خودم میام. گفت نه. گفتم خودم اندازه 10 مردم. گفت نه، من شماره داماد میدادم، بعدم مدامانم تلفن کرده بودم یا به کار ستار. بعدم میگن یا پلوی چیز مفتح اونجا واسه هم یه میرادم تلفن که صدا میزنه پلوی دستی هم میگیرن میزنن تو ماشه میبرنش به ایسی فتح. اونجا میگن ستار کشته شده. میگه چیز ستار کشته شده؟ ستار بود که یه قهرمان بود. ستار ساعت میگیرد میدونید تا کجا برمیگرد میبرد. گفته به شما هیچی نگیم، هرچی ما میگیم امانه بگیم.
خانم عشقی، وقتی ستار رو تحویل شما دادن، آیا شما تونستید ببینیدش؟ آیا مشخص بود که شکنجه شده؟ من یک تحویل دادم، خودشون بودن، تحویل با دامادم رفته بود، دیده بودش. بعدم وقتی اوردنش طبقه سوم بود، من وقتی دیدم بند کفن ستار خونیه، باز کردن دیدم خونیه، من اصلا از خال خودم در اومدم، فقط صورت دیدم سفیده. و فکر میکنید که شکنجه شده بود؟ بله. شما خانم عشقی سال هاست که دارین دادخواهی میکنین، آیا هیچ وقت توضیحی به شما دادن؟ پیگیری کردن؟ اصلا من با خانم پورفاضل میرفتم میمدم، اصلا پرونده ها نمیدادن به خونه بنده خدا. فکر میکنین چرا پیگیری نمیکنن؟ حالا قانون ما همینه دیگه، دولت ما همینه، وقتی جوانمون پشته میشه کسی دلسوز نیست، جوان خودش نیست که دلش بسوزه. یک مادری سرپرستش بود، همه پرستارم بود، همه کسم بود. فکر میکنید که تلاش هاتون برای دادخواهی هیچ وقت به جایی برسه؟ نرسیده، شاید بعدا که اینا برن برسه. فکر میکنید که مقصر بوده؟ مقصر رهبره. من قاتل بچه هم رهبر رو میدونم، که من از بالا دستور داشتم. گوهر عشقی بود، مادر ستار سعیدی. همزمان با تغییر ستار بهشتی، همزمان با تغییر سه معاونت مهم در وزارت خارجه ایران، وزیر دفاع اسرائیل در یک تغییر موضع از پذیرش توافق هسته‌ای در صورت بازگشت آمریکا به برجام خبر داده. آمریکا هم در بیانیه‌ای از تهران خواسته که هر چه زودتر به مذاکرات برگردد و از این فرصت دیپلماتیک استفاده کند. در این حال موضوع آزار جسمی بازرسان زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران هم خبرساز شده و آژانس این رفتارها را غیر قابل قبول خوانده. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس گفته این ادعا دروغ است و برای پرونده سازی همزمان با نشست شورای حکام مطرح شده. فرنوش امیرشاهی گزارش می‌دهد. احبری در طول مذاکرات نزدیک به 15 بار من احسا کردم ایشون تاکید فرمودن که هدف ما فقط رفع تحریم هاست. صیانت از حقوق هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای فرض مذاکرات بود، نه هدف مذاکرات. یه راه این که پیشنهاد اروپایی رو بپذیریم. علی باقری کنی، چهره جدید معاونت سیاسی وزارت خارجه ایران، از منتقدان جدی برجام و جایگزین عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد پرونده هسته‌ای، کسی که معاون سعید جلیلی در مذاکرات ناکام هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود. به جز او، محمد فتح‌علی به عنوان معاون اداری و مالی وزارت خارجه و مهدی سفری به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه منصوب شدند. اولی سالها سفیر ایران در لبنان بود و دومی سفیر ایران در روسیه و چین. سه جابجایی در معاونت‌های مهم وزارت امور خارجه که نشان از تغییر در سیاست‌های ایران دارد، از جمله در نحوه تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای. موضوعی که حالا کشورهای اروپایی طرف مذاکره با ایران خواستار روشن شدن تصمیم تهران هستند. لوئیس بونو نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس در بیانیه هشدار داده که گسترش فعالیت‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های تعیین شده باعث می‌شود آمریکا از نقطه بازگشت به برجام دور شود. اما در آن سو اسرائیل تا حدی نسبت به مذاکرات انعطاف نشان داده. در مصاحبه بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل با نشریه فارین پالیسی که گفته اسرائیل بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را خواهد پذیرفت، اما مقامات اسرائیلی همزمان بر واشنگتن فشار می‌آورند تا در صورت شکست مذاکرات خود را برای یک نمایش قدرت جدی آماده کنند. چرخش موضعی که مشروط است.
اسرائیل تمایل دارد طرح جایگزین آمریکا را هم بداند تا در صورت شکست مذاکرات فشار اقتصادی گسترده بر ایران تحمیل شود. پلن سی اسرائیل هم شامل عملیات نظامی می شود. حالا نوبت ایران است که به این درخواست پاسخ دهد. جواب ایران تا این لحظه سکوت و توقف مذاکرات بوده. با این حال جایگزین تازه عباس عراقچی در مخالفت با این مذاکرات همیشه صدای بلندی داشته. ما برای اینکه بتونیم صیانت کنیم کشورمون رو از اینکه کسی بهش حمله نکنه یا دشمن بیرون کنیم باید بهاشو بدیم. این یه طرفه، اما از اون طرف اگر ما بریم سراغ سازش و دشمن بدون سازش به این معنی که ما از حقوقمون عقب نشینی کنیم، نگاه کنید، اگر ما دشمن این برآورده داشته باشه که ما حاضر هستیم از حقوقمون عقب نشینی بکنیم، خب این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هزینه هاش قطعا بیشتر از اون خواهد شد. چرا باید میاد جلوتر؟ علی باقری از خانواده آیت الله مهدوی کنی و چهره نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت محمود احمدی نژاد است. تا پیش از انتصابش به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در دانشگاه امام صادق تدریس می‌کرد و حالا دوباره به وزارت خارجه برگشته. به رغم تغییرات گسترده در دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی، مشخص نیست که مذاکرات هسته‌ای در اختیار وزارت خارجه و شخص علی باقری باشد. فرزندان عزیز این حقیر هستید. در سالهای گذشته تصمیم گیری های هسته‌ای با رهبر جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی بوده، روندی که با یک دست شدن این نهادها و همسویی با مطالبات آیت الله خامنه‌ای حالا چاشنی نگاه به شرق و تقویت میدان در مقابل دیپلماسی را پررنگ‌تر کرده. با این حال واقعیت فشار تحریم ها و موقعیت ایران در عرصه بین المللی موضوعی نیست که مقامات جمهوری اسلامی بتوانند نادیده بگیرند و همچنان مذاکرات هسته ای را مسکوت بگذارند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. دان آربل از مرکز مطالعات اسرائیل در دانشگاه آمریکایی واشنگتن از شهر هندرسون در ایالت نوادای آمریکا با ماست. آقای آربل، خوش آمدید به برنامه. اسرائیل جزو کشورهایی بود که همه تلاشش رو کرد که برجام در واقع در ابتدا امضا نشه، بعد از بین بره. الان میشنویم که میگه که استقبال میکنه از بازگشت آمریکا به برجام. تغییر موضع برای چیه؟ اونها نگفتن که استقبال کردن، گفتن که تحملش میکنن. به نظر من بیش از هر چیز موضع اسرائیلی این مسئله رو نشون میده. در دولت جدید اسرائیل به رهبری آقای بنت رابطه نزدیکتری با دولت بایدن در آمریکا وجود داره. علاوه بر این اعتماد عمیق‌تری حالا بین آمریکا و اسرائیل به وجود آمده، چرا که بایدن تأکید کرده، گفته تا زمانی که او رئیس جمهور آمریکاست همه کاری انجام خواهد داد که ایران نتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. بنابراین فکر کنم اول از همه دلیلش این هست. دوم از همه فکر می‌کنم دلیلش این هستش که نبودن آمریکا در توافق هسته‌ای مؤثر نبود. در زمان ترامپ و در زمان نتانیاهو ایران داره سانترفیوژهای بیشتری رو به کار میندازه، اورانیوم بیشتری رو غنی میکنه و به تولید سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده. این زمانی بود که آمریکا در توافق هسته‌ای نبود. حالا شاید اگر آمریکا در چنین توافقی باشه بتونه با دقت بیشتری نظارت بکنه بر روی فعالیت‌های هسته‌ای، راستی آزمایی بکنه و اطمینان حاصل کنه که ایران نتونه با غنی‌سازی اورانیوم به تولید سلاح هسته‌ای نزدیک‌تر بشه. اون گزینه دیگر رو امتحان کردن، محک زدن. الان هم حالا اسرائیل میگه که تحمل خواهد کرد وجود آمریکا در توافق هسته‌ای رو. به هر حال فراموش نکنین اسرائیل فکر نمی‌کنه الان ایران به توافق هسته‌ای برمیگرده. اسرائیل داره به یک سناریوی دیگه فکر میکنه که اگر ایران به توافق هسته‌ای برنگرده باید فشار بیشتری توسط آمریکا و جامعه جهانی به این کشور، یعنی به ایران وارد بشه. پس در واقع اسرائیل به این نتیجه رسیده که خروج آمریکا از برجام اشتباه بود.
اول از همه این خیلی مهم هستش برای آمریکا که رابطه‌شو با این مهم هستش برای اسرائیل که رابطه‌شو با آمریکا نگه داره. در عین حال اسرائیل 100% حمایت نمی‌کنه از بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای، ولی در عین حال بعدش نمیاد که آمریکا تلاش بکنه به توافق هسته‌ای برگرده، چون این ذهنیت رو داره که الان این توافق هسته‌ای دیگه هرگز دوباره منعقد نخواهد شد و با توجه به همین احتمال هست که میخواد فشار بر ایران بیشتر بشه. میفرمایید که اگر که توافق برجام احیا نشه بهتره که آمریکا فشار اقتصادی رو به ایران بیشتر بکنه. به هر حال شاهد اون سیاست هم بودیم و اون سیاست مانع پیشروی برنامه هسته‌ای ایران نشد. من فکر کنم به هر حال باید یک سیاست چماق و هویج باشه، از یک طرف تلاش‌های دیپلماتیک در ارتباط با ایران و در عین حال اعمال فشار. به هر حال چه فشار و چه دیپلماسی نتونسته اون نتایج مورد نظر رو داشته باشه. اگه با ایران بشه تعامل کرد و بعد طرف دیگه فشار آورد، شاید این بهتر جواب بده. به هر حال ایران توافق هسته‌ای رو 6 سال پیش امضا کرد و الان امیدواری این هست که بازگشت دوباره به توافق هسته‌ای شاید گام اولی باشه برای رسیدن به یک توافق جدید و جامع‌تر که بتونه شامل بخش‌های دیگه و منفی فعالیت‌های ایران بشه، مثل برنامه موشکیش یا حمایت از تروریسم یا تضعیف حکومت‌های میانه‌رو در منطقه. بنابراین بازگشت به توافق هسته‌ای شاید بتونه گام اول باشه برای توجه دادن به تمام اون نگرانی‌هایی که جامعه بین‌المللی و همینطور اسرائیل و آمریکا دارن در قبال ایران. متشکرم. دن آربل از مرکز مطالعات اسرائیل در دانشگاه آمریکایی واشنگتن. همکارم پوریا ماهرویان در استودیو ما پیوسته. پوریا، انتصاب علی باقری به معاونت سیاسی وزارت خارجه بسیار خبرساز بوده. ابتدا از علی باقری چی میدونیم؟ بله، علی باقری یک در واقع نماینده نسلی از جوانان انقلابی و حزب اللهی پیروان سرسخت آیت الله خامنه ای هستند که در کنار سعید جلیلی رهبرشون شاید سعید جلیلی باشه. آقای باقری همواره در 20 و چند سال گذشته دست راست سعید جلیلی بوده، از وزارت خارجه که شروع کرد، زمانی که سعید جلیلی معاون اروپا آمریکا بود آقای باقری مدیر کل اروپا بود، بعد مدتی معاونت اروپا رو به عهده گرفت، بعد همراه با سعید جلیلی رفت دبیرخانه شورای عالی امنیت که نفر دوم مذاکره کننده هسته‌ای بودش در حدود مثلا 7-8 سال 6-7 سال در که اون مذاکرات به هیچ جایی نرسید و دوباره رفتش در قوه قضاییه و الان دوباره برگشته وزارت خارجه. آقای باقری و دانش آموخته دانشگاه امام صادق، جایی که به این منظور اصلا تأسیس شد که مدیرانی شبیه آقای باقری تربیت کنه، مدیران حزب اللهی انقلابی و متعهدی که به جمهوری اسلامی باشن، عملاً این دانشگاه خیلی موفق نبود. نمونهش آقای باقری چند نفری فقط هستن که در سطوح ارشد مدیریتی هستن. آقای باقری مخالف سرسخت برجام، حالا به نوعی مثل اینکه دوباره قرار بیاد در تیم مذاکره کننده هسته‌ای. باید ببینیم که مذاکرات اصلا چه جوری قرار تشکیل بشه، چه جوری پیش بره، که آقای باقری در چه جایگاهی خواهد بود. این انتصاب‌هایی که تا الان اتفاق افتاده چه تصویری از سیاست هسته‌ای دولت ابراهیم رئیسی به ما میده؟ ببینید، یک آقای امیر عبداللهیان با یکی از همتاهاشون که داشت صحبت میکرد، آقای دومینیک راب که امروز برکنار شد، جابجا شد، گفته بود که ما هنوز در حال مشورت داخلی هستیم که تا ببینیم تا خارج چی میشه. یعنی این برمیگه که کی قراره این مذاکره رو پیش ببره. آیا دوباره قراره برگرده به قبل از آقای ظریف و روحانی به شورای عالی امنیت ملی
یا در سطح وزارت خارجه میمونه، یا اصلا یک شورای تشکیل میشه، یک کارگروهی زیر نظر یک نهاد بالادستی مثل شورای عالی راهبردی سیاست خارجی با ریاست آقای کمال خرازی، آقای جلیلی هم عضوشه، که درون اون با یک خرد جمعی بتونن این مذاکره رو پیش ببرن. هنوز چیزی مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه که آقای باقری که یک مخالف سرسخت برجام بود، از اون عنوان سازش به کار اسمشو میبرد و زمانی که حتی میگفتش که شروع این تحریم ها به خاطر این بوده که ما در سال مثلا 2004 در مثلا قطعنامه یا توافقنامه بروکسل اونجا کوتاه اومدیم، این تحریم ها به ما فشار آورد و اینا اعمال شد، بعدن مذاکرات دیگه و توافقنامه دیگه اروپایی ها و بعد آمریکایی ها فهمیدن که ما ضعیفیم و میتونن تحریم ها رو بیارن، به ما تمام موارد MPT ما رعایت میکردن، میگفتن شما رعایت نکردید. الان در جایگاهیه که راهی که پیش روی جمهوری اسلامیه برگشتن به برجام مذاکره است و قطعاً آقای باقری باید یه نقشی بازی کنه، منتقد قبلی حالا باید خودش مذاکره رو پیش ببره. متشکرم همکارم پوریا ماهرویان. پارسال در بحبوحه بحران کرونا در ایران، یعقوب ظروفچی هنرمند آذری با بی بی سی فارسی تماس گرفت و گفت حال مردم بد است، یکی از کنسرت های من را برایشان پخش کنید، شاید حالشان بهتر شود. آقای ظروفچی دیروز بعد از ابتلا به کووید 19 درگذشت. او متولد سال 1333 در تبریز بود و به خاطر خواندن ترانه های سنتی و فولکلور آذری شهرت زیادی داشت. برای این بخش برنامه یکی از اجراهای آقای ظروفچی را براتون انتخاب کردیم. یادشون گرامی. با کمتر شدن محدودیت‌های کرونا، کنسرت‌های موسیقی دوباره رونق می‌گیرند. اما برگزاری این کنسرت‌ها منتقدان خودش رو هم داره. کسانی که میگند این سالن‌های مملو از جمعیت محلی میشه برای انتقال کرونا.
این هنرمندان به چه مسائلی فکر می‌کنند؟ چه نکاتی رو در نظر می‌گیرند و برگزاری دوباره کنسرت برای اونها چه معنایی داره؟ برای صحبت در این مورد از مهمانی دعوت کردیم که از هفته آینده کنسرت‌هاش رو از سر می‌گیره. اندی مددی، خواننده از لس آنجلس آمریکا با ما. آقای اندی، خوش اومدید به برنامه. ابتدا از شروع کنسرت هاتون بگید و اینکه چه احساسی دارید از اینکه دوباره میتونید کنسرت برگزار کنید. سلام، خوشحالم با تو صحبت میکنم. اول اجازه بدین یک تسلیتی بگم برای فوت یعقوب زروچی، یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من، که هر بار هم دیگر میدیدیم صحبت از این بود که با هم در یروان و در باکو کنسرت بذاریم، مردم رو خوشحال کنیم. کاش این سیاستمدارا هم مثل هنرمندا با هم دوست بودن و اتحاد داشتن و همکاری میکردن. واقعا متاسفم از فوتشون. کنسرت ها یعنی زندگی، مخصوصا برای ماها که در خارج از ایران هستیم. تنها راهی که ایرانی ها دور هم جمع میشن همین کنسرت هاست و ما الان 2 ساله با کرونا داریم میجنگیم که غلبه کنیم بهش و بتونیم مردم رو از خونه هاشون بیاریم بیرون، البته سالم. واسه همینم کسایی مثل من همیشه گفتیم واکسیناتون رو بزنین، مواظب سلامتیاتون باشین، ولی بالاخره خدا رو شکر یه واکسینی هست که ما رو پروتکت میکنه، حمایت میکنه که بیایم بیرون. اگر کنسرت ها مردم واکسیناشون رو زدن و سالم هستن میتونن بیان بیرون. زندگی باید ادامه پیدا کنه، چرخ این اقتصاد باید بچرخه. من راجع به کنسرت های دیگرون نمیدونم، ولی مثلا کنسرت ما در لندن، من چندین بار به هموطنهای عزیزم گفتم حتما بریم واکسیناتون رو بگیرین و سالم بیاییم بیرون، بهتون خوش بگذره، چون ما به این خوشی احتیاج داریم، مردم به این خوشی ها احتیاج داره. ولی خب مردم هم نگرانی های خودشون رو دارن. الان سالن های ویژه کنسرت چه شرایطی رو اندیشیدن که مطمئن باشن که کسی مبتلا نمیشه به کووید 19؟ بله، خب کنسرت ما در لندن که با کنسرت گذارامون بارها راجع به این صحبت کردیم و خود شهرداری شهر کشور داره تصمیم میگیره که اونایی که واکسین زدن مسئول هستن و من امیدوارم که این اطلاعات درسته. و همینطور هم که میدونین کسایی که متاسفانه مریض شدن یا بیشتر مریض شدن یا به مرگ انجام میده کسایی که واکسین نزده بودن. پس امیدواریم که بتونیم حداقل با گروه های کوچیک کنسرت بتونیم برگردیم به زندگی نرمال. کنسرت ها فعلا قراره در انگلیس باشه یا جاهای دیگه هم برنامه کنسرت دارین؟ ما هفته دیگه یعنی 25 فقط در لندن کنسرت داریم، بعد 27 میریم منچستر، هفته بعدش نیویورک هستیم، برمیگردیم لس آنجلس. اینجا همین هفته 19 کنسرت بزرگی داریم برای 5000 نفر، ولی خب فضای آزاده، یک جای مثل هالیوود باو که فضای آزاده و مردم میتونن راحت دور از همدیگه بیان و یه چند ساعتی خوش باشن. بعد از 2 سال غم و غصه خونه موندن این یک موقعیتیه که مردم بیان بیرون. ما باید تشویق بکنیم، هموطنهای ما میخوان همدیگه رو ببینن و از زندگی لذت ببرن. ولی یک بار دیگه میگم حتما باید واکسیناشون رو بزنن. حتی من پیشنهاد میکنم اگر میخوان ماسکاشون رو بزنن، ولی بیان بیرون، زندگی باید ادامه پیدا کنه. حتما میدونید که شما در افغانستان هم طرفدارهای زیادی دارید و بسیاری از بیننده های ما هم در افغانستان هستند. تحولات اونجا رو احتمالا دنبال میکردید. پیامی برای بیننده های افغان ما دارید؟ اولا که من عاشق دوستان افغانم هستم، عاشق طرفدارای افغان که در هر کشوری رفتم 10-15% از فنا افغان بودن و من امیدوار بودم که بتونم به زودی برم کابل کنسرت بذارم. من با خواننده‌های افغان، فرهاد جان، احسان امان، مژده، غزال جان، آریانا، همشون از دور و نزدیک در تماس هستم و این همکاری که بین ما هنرمندا وجود داره کاش که در بین سیاستمدارا هم بود و زندگی بهتری میشد. من آرزوی صلح و خوشبختی برای همزبانای افغان دارم. شما آخرین باری که مهمان ما بودید در برنامه 60 دقیقه زمانی بود که ستاره هالیوود گرفته بودید. چه واکنش‌هایی به این با اون موضوع دریافت کردید؟ خب مسلما
به نظر من این یک موفقیت بزرگی برای همه ما ایرانی ها و برای من، برای همه ارامنه و برای آمریکایی ها که یک ایمیگرانت اومده آمریکا و صفر شروع کرده و ستاره هالیوود میگیره. این یک حرکت خیلی قشنگه، یک دری باز شد به طرف موسیقی ایرانی، چون ما همیشه درهای تمدن خودمون رو بستیم، نذاشتیم نه کسی بیاد تو نه بریم بیرون. این یه موقعیتیه که دنیا موسیقی ما رو گوش کنه و امیدوارم که هنرمندای ما یکی یکی این ستاره رو بگیرن. البته خب بلافاصله کرونا اتفاق افتاد و ما تمام برنامه ریزی هایی که برای کراس اوور مارکت، یعنی برای فیلم‌های آمریکایی که آهنگ ساخته بودیم آماده کرده بودیم، یا کنسرت‌هایی که تو دنیا می‌خواستیم راه بندازیم به عنوان کراس اوور، یعنی ایرانی آمریکایی ارمنی، اتفاق نیفتاد. ولی الان دیر نیست، ما الان قوی‌تر از پیش با آهنگ‌های تازه، با انرژی تازه داریم میاییم و این کنسرت‌ها رو ادامه خواهیم داد. اندی جان، در نهایت با توجه به همه شرایطی که راجعش حرف زدیم، فکر می‌کنید که کماکان خوشگلا باید برقصن؟ من فکر میکنم هر کس برخصه خوشگل میشه. متشکرم. اندی مددی، خواننده از لس آنجلس. 18 ماهی که گذشت برای دوستداران تئاتر در نیویورک خالی از زرق و برق بود و به دلیل همه‌گیری کرونا تئاترها بسته بودند. حالا در برادوی نمایش‌ها از سر گرفته شده و تماشاخانه‌ها میتونند همه صندلی‌هاشون رو پر بکنند. مارک لوبل گزارش میده. آیا واقعا نمایش شروع شده؟ من میخوام یه نمایش رو در برادوی ببینم، پس هر چی که ببینم عالیه. به نظرم خیلی خوبه که در اولین روزی که بازگشایی شد اینجا. بازیگران تماشاخانه همیلتون در شامگاه اولین اجرایشان پس از یک سال و نیم تعطیلی و با همکاری گروه بازیگران لاین کینگ و ویکیت، اجرای فی‌البداهه از نمایش نیویورک نیویورک را روی صحنه بردند. بسیار هیجان زدم. میدونی امروز صبح که بیدار شدم هنوز نمیدونستم که خواب میبینم یا واقعیه، چون ماها و روزها خواب چنین روزی رو میدیدم. الان واقعا اینجاییم. اما اون بیرون هنوز غوغاست. سویه دلتای ویروس کرونا هنوز اینجا توی نیویورکه و مردم نمیدونن که آیا میتونن به تماشای نمایش برن و تو تماشاخونه های برادوی کنار 1500 نفر دیگه بشینن یا نه. در ضمن مجبوری ماسک بزنیم. راستش به نظر من تنها کسی که باید ماسک بزنه شب. اما برای اینهایی که در اولین شب حضور داشتند مهم نیست. خیلی خوشحالم که دوباره اومدین. من عاشق نمایش های برادوی هستم. برادوی دوباره راه افتاده، از این جهت خیلی خوشحالیم. اما شاید مدتی طول بکشد تا بزرگترین نمایش‌های موزیکال برادوی که هفته‌ای بیش از 1 میلیون دلار درآمد داشتند دوباره روی صحنه بروند. نبود گردشگر هم مزید بر علت شده. فعلا هزاران هنرپیشه، نوازنده، رقصنده و دست‌اندرکار تئاتر خوشحالند به خاطر بازگشت به سر کارشان و انجام کاری که هم خودشان و هم تماشاگران عاشقشند. جاز، مارک لوبل، BBC News. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.